استقبال کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی سازمان ملل در مورد سوریه از حکم دادگاه آلمان علیه دشقیم حکومت بشار اسد سایت سازمان ملل متحد 23 دی 1400 کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی سازمان ملل در مورد سوریه طی بیانیه‌ای از حکم دادگاه آلمان علیه دشقیم حکومت بشار اسد استقبال و تاکید کرد برای تحقق عدالت در مورد قربانیان و بازماندگان سوری باید اقدامات بیشتری انجام شود. پاولو سرجیو پینیرو رئیس کمیسیون گفت احکامی مانند امروز نشان دهنده پیشرفت بسیار مورد نیاز در جهت دستیابی به عدالت برای قربانیان و بازماندگان جنایات جنگی در سوریه است. علا رغم این واقعیت که مسیرهای پاسخگویی در سوریه و شورای امنیت سازمان ملل محدود شده است. سه گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در طول محاکمه به عنوان مدرک قرائت شد. حمایت و همکاری مداوم قربانیان، شاهدان و فعالان در آلمان یکی از ویژگی‌های حیاتی این دادرسی بود. سایت سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد در سال 2002 آلمان قانون جرایم علیه حقوق بین الملل را تصویب کرد که به دادگاه های آلمان اجازه داد تا جرایم علیه قوانین بین را که در کشورهای دیگر صورت گرفته و نه مرتکب و نه قربانی طبعی آلمان نیستند تحت اصل صلاحیت جهانی رسیدگی کنند. کمیسر هانی مگالی گفت نتیجه دادگاه آلمان بدون تلاش های خستگی ناپذیر قربانیان امکان پذیر نخواهد بود. اگر کشورهای عضو میخواهند به عدالت برای سوری ها دست یابند باید از شنیده شدن صدای شهروندان سوری حمایت کنند. کمیسیون خاطر نشان کرد که تلاش ها برای محاکمه کسانی که بیشترین مسئولیت را در این جنایات دارند باید ادامه یابد. دولت ها باید با اطمینان از وجود منابع مالی و سایر منابع کافی و چارچوب های قانونی از چنین تلاش هایی حمایت کنند. کمیسیون تحقیق سوریه یادآور می شود که شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و اقداماتی معادله ناپدید شدن اجباری در سوریه ادامه یافته است.